کجایی؟ جان زبان بسته نشه زود بگردنه نخوش احوالی دختر ببینم تو رنگ روی تو رفته یکم سردمه تایی تو دیشه خبره زبار هرکی چیزی میگه معلوم نیست بچه های مردم چیکار کردن که این همه آدم رو صف کردن دنبال جنازه هاش تا یه اگه جنازه ها پیدا نشه چی میشه؟ او براشون منفعت داشته باشه پیداش میکنه مگه خدا خودش را جان تایه رو ندیدم
میشه بهش بگی برام نان تمیجان درست کنه؟ دختر جان حواست کجاست؟ بله بفرمی. میگم میشه به تایه بگی برای من نان تمیجان درست کنه؟ آخه چند روز دیگه دارم میرم رشت. تایم ناخوش احواله، آرد برنجم نداری. خدا بهش سلامتی بده. حالا تو بهش بگو احمد رو بفرسته، من بهش آرد برنج میدم بیاره. خودم هم باید برم خونه مرد خاخور، ترسم نانهای خودم بسوزم. حالا بهش میگم اگه قبول کرد احمد میفرستم. Thank you.
نمیتونم، من نمیتونم. تو رو چی شده دختر جان؟ از تو توی حال خودت نیستی ها؟ بگیر بسو ببینم تب کردی؟ خوبم تایی جان، سرما رفت تو جانم گرم نمیشم. اینو بخور، برو زیر لحاف بخواب، فردا صبح حالت خوب میشه. تایی مو راست هر کی رفته طرف جنگل عزازیل صبح فردا رو ندیده؟ نه همش خرافاته، پرتوپلاس. تو رفتی اون طرف پول؟ نه من نرفتم. برای چی میپرسی؟ بعضی زنها تو بازار حرف بی خود زدن. شیطان لعنت کن، شیطان لعنت کن، بگیر بخف. تایه Thank you.
جان. آبی جان جان خوش آمدی، بیا تو. خیلی مانو شیرنی آوردم. تو دست در نکنی، بیا تو. تایه چطوره؟ خوب و سلام میرسونم. سلامت باشه جان. حالا معقول تو مطبخه؟ آره بالا همی سر تو. با اجازه. برو تو، برو تو. سغران سیب زمینی رو پوست کندی؟ آها دیگه زور شد. خاله معقول میجان سلام، شیرنی رو آوردم. تی بلا میسر، تی دست درد کنه. به به آسیه جان، نرمزایی تو گنجه. سلام آسیه خانم، خسته نباشی. سلام دختر جان. با من کار نداری؟ میری؟ آره، خداحافظ. میجان حالت خوبه؟ خاله راست میگن هر کسی میره جنگل از عزیز سالم بر نمیگرده؟ برای همین اینقدر آشفته ای؟ راسته؟ خب برای چی سوال میکنی؟ به من بگو. پس راسته. خداحافظ. میجان تایه کجاست؟ حالش خوبه؟ میجان؟ میجان؟ آبا جان سیب زمینی هم چیکار میکنه؟ یه والا میرسونمت. بیا. نه نه تی دست سر نکنی، خودم میرم. بیا من با تایی کار دارم، میخوام باش حرف بزنم. بیا والا میرسونمت. تایی یکم نخوش احواله، بذار برای یه وقت دیگه. نخوش احواله؟ برم دنبال طبیب؟ نه نه تی دست سر نکنی، تایی رو که میشناسی، خودشو میبنده به جوشونده دیگه. منم هستم، نگران نباش. باش. دست شما در نه. خداحافظ. مراقب باش. باش. خداحافظ. خداحافظ. اشتباه کردم.
جن دیدی بسم الله میگی؟ بوشو دنبال طبیب بوشو. تایی جان تو اینجا چی کار میکنی؟ تی حواظ کجایه؟ جوان مردم تلف شده. بوشو چند تا چوب بیار بذار تو آتیش، بعدم بوشو دنبال طبیب. بوشو ببینم. جان به طبیب بگو میتایی نخوش احواله، تنها بیاریشا برای نفهمه ها، بفهمه به سیروس و ملک دلک میگه، اون دهنش لقه دیگه. بوشو. چشم تایی تایی جان منو ببخش. بوشو رو بعدم کار دارم. چی کار داری؟ هیچی با تایی با مای کار دارم. خواهی که برای دوای تایی هست با ما بگو. نه با خودش کار دارم. خب جوان بگو چی شده؟ آقا ریختن تو بیمارستانا، هرچی مجروح بازداشت کردن بردن. دوتا از پسرم موام قبلی که برن سراغشون از درمانگاه فرار کردن، تیر خوردن. آقا خب تو از من که توقع نداری بیام رجت. آقا رفتم پیش سید مهدی، گفت بیام پیش شما. فرح خانم؟ بله. فرح جان با دقت گوش بده ببین این آقا چی میگه، ببین برای درمان مریضش چی میخواد، هرچی لازمه در اختیارش بذاریم. باشه شما میدنی داره به کی کمک میکنی؟ هرچی گفتم بی معطلی گوش کن که دیر نشه. بابا ما بیبرنم چی لازم داریم. طبیبم میچم چطوری دختر؟ بد نیستم. چی شده؟ چی شده؟ کجا این توی چه؟ چه؟ کیفو به من بده. شما دو دقیقه صبر بکنید، من با شما میام. میگه نه لازم نیست، میجان همراه من است، تو بعدش برو دواهای خانو بده. خب من اول با شما میام، بعد میرم دواهای خانو میدم. چرا انقدر با من بحث میکنی؟ مترک نباش، بگو چشم. ای میجان کیفو گرفتی، اون وسایل روی میز بچین توش. چشم.
اونایی که شنا بلدن بعد از پایان کارشون میرن تالاب، یه راست سراغ استوار سیروس مسرور، بهش میگن که برزوخان نیروی تازه نفس براش فرستاده، باید کمکش کنین تا جنازه ها رو پیدا کنه. ولی برزوخان ما کارگران معدنیم، نوکر سیروس نیستیم که. شما همه برای من کار میکنید، بنابراین وقتی که من میگم میرید یه جایی و یه کاری رو انجام میدید، میرید و اون کار رو انجام میدید. اضافه حقوقتون هم همه با من. شما ارباب دهی سر جاش، ولی وقتی ما اومدیم اینجا استخدام بشیم قرار بود کارگر معدن باشیم، نه جای دیگه. سید، قرارداد کاری شما به این صورت هست که در استخدام شخص من هستید، نه معدن. این یک. دوما، چرا با من جر بحث میکنی؟ وقتی میگم میری تالاب و به استوار مسرور کمک میکنید، میری تالاب و به استوار مسرور کمک میکنید. ولی شما داری حرفی رو میزنی که قبلا این حرف نبوده برزوخان. ببین، قبل و بعد هر کاری بیکاریه ها، میفهمی که؟ البته شاید هم شنا بلد نیستی. اتفاقا شنا بلدم، ولی نمیرم. میدونی چرا برزوخان؟ برای اینکه من جوری تربیت شدم که مقابل حرف زور وای میستم، زیر بار حرف زورم نمیرم. شما اربابی و اختیار داری هر حرفی که میخوای بزنی، ولی منم به عنوان یه انسان این اختیار رو دارم کاریو که بهش راضی نیستم مثلا انجام ندم. بله مختاری، اما میدونی که اگه کاری رو که میگم انجام ندی، یعنی جایی هم برای تو این معدن نیست. باید جل و پلاستو جمع کنی از این معدن بری، فهمیدی؟ مرخصی. کس دیگه نبود؟ از اونایی که شنا بلدن بعد از پایان کارشون توی معدن ایران به استوار مسرور کمک میکنن. حالا برگردی سر کارتون. خلیل، سیروس تا همین دیروز از هممون پسی میخورد، حالا یه جایگاه و مقامی واسه خوش پیدا کرده، واسه ما آدم شده. خند زدم بعد جور براش خوش خدمتی میکرده. دیدی؟ بگم اونم یه سودی بهش میرسه، وگرنه سیروس رو آدم حساب نمیکنه. سیروس با همین خشوالیسی ها به جایی رسیده. آره، این جایی که سیروس نشسته 100 سال سیه، اگه بخوام به من پیشنهاد بدم، من این خفت و خیر رو قبول نمیکنم. آقا جان، آدمی زاد برای اینکه به یه جایی برسه باید یه راهی جلو پاش باشه دیگه. ما که نه پشت و پناهی داریم نه کسی رو داریم حمایتمون بکنه. راهش همونیه که سیروس رفته. من فکر میکنم شما اشتباه میکنید. آدم بیرگ و ریشه اگه میخواد دو لقمه نون بیشتر ببره خونهش، نباید خوش خدمتی بکنه. او عباس، حرف دهنتو بفهم. ها بیرگ رو شب جد دعوتش. چه خبرته؟ چه خبرته؟ نکنه فک و فامیلت ده انقدر سنگشو به سینت میزنی؟ بیلکون عباس، پسر جان اتمن دل جرعتت خوبه، این دردم تاب میاری. تایی جان یه دستمال بذار لای دندانش. نه بذاشت. خب این هفش یه انبار رو من بده، تو هم نگاه نکن. اینه چی حال خوبه به برما تعریف میکنی کی هستی، از کجا اومدی، چی کار کردی، اصلا چطور شد که سر زنده در آوردی؟ تایون دواگلی رو به من بده. تاییجم فکر کنم با مرد. با مرد؟ دردش زیاده دختر، بیهوش شده. با مرد. اگه نرسیده بودم مرده بوده. ببخشید تایی، من ترسیده بودم، به خاطر همین با تو نگفتم. یه باندونم بده. من همون دیشب از سی حال احوال بفهمستم یه دردی به جانت افتاده. زای بیچاره عمرش به دنیا باقی بوده،
اگه همون دیشب گفته بودی بهتر نبود؟ الان ببین چقدر خون ازش رفته. ببخشید تایی جان. شد و من پاک کردم. شما همیشه خانه این روستایی، منتها اون خانی که رعیت جماعت از شما انتظار داره. من نیستم بر منکرش لعنت. شما همیشه خانی، کسی هم نمیتونه حرفی بزنه. اما مسئله اینجاست که خودتون گفتید دوست ندارید رعیت جماعت شما رو اینجوری ببینه. میترسیدم ازم حساب نبرم. دفتر جفتتون مرخصید. پدر من همیشه نگران شما هستم. اما چی شده شما خودتون دیگه نگران نیستید؟ چرا هستم، ولی دیگه خسته شدم از این که تو این چهار دیواری محبوس باشم. دیگه برام مهم نیست به چشم یک خان بهم نگاه کنم. میدونم خسته شدید، میفهممتون. نه نمیدونی، اگر نه دلت نمیخواست من تو این اتاق زندانی باشم. زندانی کدومه پدر من؟ من هر کاری میکنم به خاطر خودتونه، بدون اجازه شما. من حتی آبم نمیخورم اینجا، نمیخوام جلوی رعیت ها آبروتون بری. یه موقع من دیگه پیزوری شدم، دیگه حتی بزرگ این خونه هم نیستم. تعارف میکنید پدر؟ ببینید من همه حساب کتابا رو آوردم خدمتتون. تمام رعیت ها حساباشون اینجا نوشته شده، حتی کامیونایی که فرستادیم تا دم مرز. ملاحظه بکنید، تایید نکردید من خودم رو سینا رو میکشم. همه این کارمون منه بی آبرو کرده توی روز. ای بابا سلام علیکم. ما گفت سلام کنم. اون صورت خریدی که برزو خان داده بوده و بده، من میخوام ببرم. آها آها کار دیالی شما اینجا ما مزاحم شما نشم. سی خواهی خواهی دیگه دستورش اینا رو همه رو نوشتم توش. کار نداری. خدا نگهدار. خدا نگهدار کارا جان. خدا نگهدار. خوش آمد. ممنون. چی میگفت علایی؟ چه دارم؟ مثل این جنگ لایی میکنه. میگه رفته طبیب و برداشته برده بالای سر تایه، باید فرا نبرده. بابا میکنه تایه چیزی شده باشه. نه آقا، اگه تایه چیزی شده باشه که من میفهمم. آخه از منم گلایه داشت. اگه من گفتم بره پیش طبیب کاریت بگیره، میگفت طبیب پیش میجن سکه پولش کرده. من کاری به فراه ندارم. دفتر میجنم که یادت هست، الانم رفته دنبال طبیب. من میگم یه جریانی این وسط هست. چه جریانی این وسط هست؟ تو نمیخوایی به تایی یه سر بزنی؟ ها اون که کارم انجام بدم میرم به تایی سر میزنم. با اینا رو بده من بدم بیرم. نه نه من خودم باید اینا رو درست کنم برش ببرم. آبود علین بری. من نه رو بس باقو کنم آبود. Thank you.